بنده میرزاده هستم، محمد رضا میرزاده. سالهای مدیدی رو در قارچ ملارد زحمت کشیدم، کار کردم. یه چیزی حدود 17-18 سال در ملارد خدمت کردم، هنوزم دارم خدمت میکنم، چون احساس میکنم که عرق ویژه‌ای دارم. نمیدونم، چون ملارد هم به من خدمت کرده، بنابراین دوست ندارم که فراموشش کنم و همچنان ارتباطم رو با ملارد دارم و کمک میکنم در پلن‌های کلان، بلند مدت و استراتژیک، تا اونجایی که بلد باشم، تا اونجایی که بتونم به سیستم، به واحد کمک میرسونم. چند سالی است که مملکت رو ترک کردم و در کشور استرالیا مشغول هستم و در همین وادی، در همین رشته مشغولم. تولید کمپوز، پرورش قارچ. البته توی قسمت‌های دیگه مثل تدریس، جلسات ترینینگ، ورکشاپ‌ها، آرندی و واحدهای دیگه هم مشغولم، کار می‌کنم، فعالم و خوشحالم از این بابت و از اینکه همچنان این ارتباطم رو با این کشور، با ایران حفظ کردم، بسیار خوشنودتر. بحث این دو روز ما که باز هم تکرار میکنم، امیدوارم خسته کننده براتون نشه، شماها باید کمکم کنید که نگذارین خسته کننده باشه. همین تیتریست که اون بالا زدم، یعنی بهبودی یا افزایش پروداکتیویتی از کمپوستینگ تا برداشت. موضوع هایی که من میخوام راجبش صحبت بکنم که در واقع میشه سرفصل هامون، این موضوعات همین هاییست که میبینین. ابتدا اینترودکشنه که بخشش رو انجام دادم، یعنی خودم کیم، چی کار دارم میکنم، چی کار میکردم، نقشم چیه و اینکه در قدم بعد اینکه ما میخواییم ببینیم که راجب چی میخواییم حرف بزنیم تو این دو روز و این ساعاتی که در کنار هم هستیم و چی میخواییم به دست بیاریم. آنچه که میخواییم به دست بیاریم به نظر من خیلی مهمه، یعنی واقعا حاصل حرفهایی که میخواییم بزنیم چیه. ببینید دوستان، من به یکی از شرکت کنندگان عرض کردم امروز صبح، گفتم من قرار نیست امروز به شما یاد بدم که چجوری کمپوست تولید کنیم، قرار نیست من به شما بگم امروز چجوری قارچ میخواییم تولید کنیم. اینا رو انشالله بلدین، خودتون فوت آبید، شماها باید به من یاد بدید. من تمام سعیم رو میکنم تو این چند روز که برم روی نقاط بحران برای شما، یعنی میخوام متفاوت تر نسبت به کلاس های آموزشی که قبلا در خصوص پرورش قارچ در این کشور برقرار بوده حرف بزنم. سعی میکنم، همه آدم ها میخوان متفاوت باشن اگه دقت بکنید، حالا منم جز به همون ها. اما امیدوارم پایانش، یعنی فردا ساعت 4 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر، هر ساعتی که با هم تمومش کردیم بعد از پرسش و پاسخهایی که انجام میدیم، شماها با لب خندان از اینجا بیرون برین، نه آویزون. یعنی اینکه حس بکنین، من همیشه اینو به دوستانم میگم که اگر از این هر چند ساعتی که خواهیم بود، شما حتی اگر 10 دقیقه رو بردارین و این 10 دقیقه برای خودتون، برای بیزنستون و بزرگتر برای جامعتون مفید باشه، ما را بس. یعنی من رسالتم انجام دادم، جمعه هم سوار هواپیما میشم میرم ملبورن، بازم میام، اما به شرطی میام که فیدبک خوبی بگیرم. یعنی اگه فیدبک مناسب نباشه، همه آویزون بشن به گفتن میگن این میرزاده چی میگه، برای خودش قصه میگه، ما این مسائل رو نداریم، چی داره برای من تعریف میکنه، به درد من نمیخوره این حرفا. خب طبیعیه که من، یعنی اینکه حاصل مناسبی، نتیجه حرفم نتیجه نامطلوبی بوده. پس ببینیم چی کار میکنیم، حرفامونو کلاسه میکنیم، با همدیگه اینتراکشن انجام میدیم، سوال از شما میکنیم، شما برای من حرف میزنیم، با همدیگه صحبت میکنیم و سعی میکنیم که در کنار هم حرفهایی رو بزنیم که
همونجوری که عرض کردم برای این صنعت مفید واقع بشه. میبینید که در اینتروداکشن که بخش اندکیش رو وارد شدم، میخوام راجع به مقایسه کوچیکی بکنم از دو تا کشور، استرالیا و ایران، به خاطر اینکه الان نزدیک به 8 سالی هست که من تو استرالیا زندگی میکنم، یه برداشتی برای خودم دارم و آمارهایی رو دارم که میخوام این آمارها رو با آمار ایران با کمک شما، چون آمار ایران خیلی احساس کردم دقیق نیست هنوز و علتاشو با هم بررسی میکنیم، مقایسه هایی رو انجام بدیم و ببینیم که چیه. البته ممکنه بگید آقا این چیزی به ما نمیده، ممکنه تو دلتون بگید میگه آقا من به من چه که استرالیا داره در صنعت قارچی کار میکنه. ولی اگر ای کاش که مسئولین وزارتخونه بودن اینجا، ولی اگر همون چیزی که گفتم اندکی از اون مقایسه کمکی به این وزارتخونه در امور باغبانی در صنعت قارچ بکنه، شادمانی، باعث بهجت، باعث خوشنودیه. ببینیم چی میشه. بله، بعد از اون وارد کمپوست خواهم شد. طبیعیه که اولین قدم ماست، از کمپوست براتون صحبت میکنم، نقاط بحرانیش رو بحث میکنیم و جاهایی که شماها، نه لزوما شما ولی کسانی که این کار کمپوست رو برای شما انجام میدن، باید حضور داشته باشن. یه جاهایی بچه ها هست که اگر حضور نداشته باشین از دستتون در رفته، واقعا میگم و میبینیم، حالا باید بحث میکنیم با هم. یه جاهایی اگه حضور، یه جاهایی اگه نباشین، مثلا یه کار دارین مینویسین، دارین پشت کامپیوتر دارین کار میکنین، اشکال نداره، اشکالی نداره در اون لحظه. ولی اگر یک لحظاتی رو به قول انگلیسی on the floor، یعنی روی زمین در سایت، لحظه‌ای که لودر داره کود رو جابجا میکنه، اونجا نباشید، از دست دادید. ممکنه کیفیت رو از همونجا تا پایان کراپ کیفیتتون از دست داد. بنابراین این راجب اینا من میخوام حرف بزنم تو این دو روز، راجب نقاط بحران، critical points میخوام صحبت. بعد وارد بحث خاک پوششی میشیم که یک دنیاست. خاک پوششی خودش یه دنیاست، برعکس اون چیزی که میگن آ خاک دیگه، ولی خاکی که یه دنیاست برای ما، برای ما به خصوص تو این مملکت که با انواع اقسام خاک ها مواجهیم، نه مثل کشورهای اروپایی و استرالیا که تکلیفشون روشنه. یه سری آدم من از اروپا دارن خاک وارد میکنن، تکلیف خود کاملا روشن، از همونا استفاده میشه و کارشون رو انجام میدن. بعد وارد بحث پرورش میشیم و نقاط بحران در پرورش قارچ. شاید وارد چرا یک بسیار اندک راجع به برداشت هم شاید صحبت کردیم، ولی خب چون تخصص من در برداشت نیست، یعنی خیلی من فوکوسم تو این سالهایی که کار کردم در برداشت نمیده، شاید چیزی بهتون نتونم بدم، ولی اونقدر مطلب دارم که انشالله پر بشیم هممون از این مطالبی که بحث میشه و البته تکنولوژی های جدیدی که داره در صنعت قارچ در کشورهای غربی استفاده میشه، خوبه که اونها رو هم ببینیم. البته کار شاقی من نکردم، من اینها رو از چیز برداشت میکنم، از اینترنت برداشت میکنم، ولی درگیرشیم، یعنی چند تا از پروژه ها هستش که خود ما در استرالیا میخوایم اجرا بکنیم، بنابراین من باهاش لمسش کردم. اینجوری نیست که فقط از گوگل برای شما کپی پیست بکنم و به شما نشون بدم، یعنی راجبش حرف داریم. بحثی که میخوایم تو این دو روز بکنیم، یه فرضی رو من گذاشتم. فرض من چیه؟ که ما در ایران احتمالاً، چون نمیدونم که، احتمالاً از به صورت عمومی، به صورت جمعی و میانگین، از تولید به لحاظ راندمان قارچ عرض میکنم، از تولید فوق‌العاده‌ای برخوردار نیستیم. این فرض منه. یعنی اگر شما باور به حرف من ندارین، این جلسه شاید خیلی براتون لذت بخش نباشه. ممکنه شما بگید که نه آقا، ما 30 کیلو، 28 کیلو، 29 کیلو داریم برداشت میکنیم و این صحبته که شما میکنید نیست. اگر احساس میکنین اینجوریه، این جلسه حاصلی نخواهد داشت، چون بر این فرض من اومدم که به شما بگم کجاهای کار را بپایید، کجاهای کار را مراقبت بکنید در تولید
در پروسه تولید کمپوست و پرورش قارچ که بتوانیم تاپیکی که به من دادن افزایش بهره‌وری یا پروداکتیویتی داشته باشیم. اگه پروداکتیویتی کارش درست بشه که من چیزی ندارم دیگه چی بگم؟ یعنی شما اگه باور به حرف من ندارین که بگید چی دیگه، فراموش شد. چقدر از دوستانی که در این جلسه شرکت کردن احساس میکنن که ما در ایران به طور عمومی، خصوصی من کاری ندارم، به صورت عمومی احساس میکنن ما کمبود دانش فنی، کمبود به اصطلاح بالا نبودن بهره‌وری داریم؟ کی فکر میکنه که یه همچین حالتی هست؟ همه بلند نکردن دستشونو، باور میکنیم. خیلی خوب، این به من میدونین چرا؟ برای اینکه اگر باور نکنیم، واقعا میگم اینو، این جلسه خیلی لذت بخش نخواهد بود، برای اینکه حرفایی که من میزنم میخواد 1 کیلو، 2 کیلو، 3 کیلو به بار شما اضافه کنه احیانا، اگه بتونیم درست متوجهش بشیم و درست اعمالش بکنیم، ایمپلیمنتش بکنیم و حتی کیفیت. یعنی بحثایی که با هم خواهیم داشت وقتی وارد قارچ میشیم، اونجا هم میتوانیم کارهایی رو انجام بدیم، تریکهایی رو به خرج بدیم که ما بتونیم کیفیت بهتری داشته باشیم. ببینیم چی میشه. پس خوبه که باور داریم که ضعف داریم، این مهمه. وقتی باور به ضعف داشتیم، اون وقت گوش میدیم به چیزهای دیگه، به چیزهایی که شاید بتونه این ضعف ها رو برطرف بکنه. این متوجه میشین این چی میگه؟ یکی از دوستان میتونه به من بگه که منظور چرچیل چی بوده از این حرف؟ ترجمه بکن. یکی از دوستان ترجمه کن. آدم منفی‌نگر توی شرایط خیلی فرصت‌های خیلی خوب هم به کاستی‌ها نگاه می‌کنه. ولی آدم خوشبین توی بدترین شرایط هم بهترین نکات رو برداره. دنبال اپورتونیتی. دقیقاً همینه. امیدوارم ما از دست آدم‌هایی باشیم که گروه دومیم، یعنی اپتیمیست باشیم انشالله. خب همون جوری که خدمتون عرض کردم، ما همچنان در مقدمه ایم. در مقدمه گفتم که ما میخوایم یه مقایسه ای بکنیم از کشور ایران و استرالیا. من سعی کردم مقیاسم براتون بگیرم، مقیاس دقیق نیست ولی جالب بلد شید دیگه، که کشور استرالیا چیزی در حدود، به لحاظ پهناوری، چیزی در حدود 4.5 برابر کشور ماست از نظر سطح زمین. این بالا نگاه کنیم، استرالیا 7.7 میلیون کیلومتر مربع، ما 1.6. این از نظر پهناوری. از نظر جمعیت هم که ما 81 حدوداً و اونجا هم بالای 24، یعنی داره نزدیک به 25 میلیون میرسه. من خواهش کرده بودم یه دونه در خطکش بدن که خیلی من نزدیک نشم که سفر رو چیز بکنم. ولی جالب بدونید که به لحاظ رزیدنسی، یعنی آدم سکونت آدم ها خیلی شبیه ایرانی. اینجا این وسط کبیره، هیچ خبری نیست، کبیره واقعا، مثل ایران که این وسطش کبیره و عموم به اصطلاح زندگی اینجا هست، یعنی در حاشیه هستش در استرالیا. اختلاف حکومتی خب کلان هستش، ما در ایران جمهوری اسلامی هستیم، در اونجا کانستیتوشنال مانارکی یعنی سلطنتیه ولی تحت فرمان قانون اساسی حرکت میکنه کشور، با اینکه مانارکی یعنی ملکه الیزابت رئیس بالا دسته، ولی سیستم پارلمان داره، یعنی مجلس داره، نخست وزیر داره و کابینه داره و بقیه ماجرا. هر کاری هم میخوام بکنن به شور میذارن، کارهای بزرگو. البته همه حکومت ها اشکال دارن، اینو ما میدونیم، سیاسی که ما نمیخوایم حرف بزنیم، ولی یه چیزی رو میدونیم که همه جا ضعف هست، اون تو اون کشور غرب هم ضعف هست. ضعفشون چیه؟ اونام ضعف دارن برای
برای جوونا الان مشکلی که جوونا دارن، جوونا منظورم مثلا تینیجن تا حدود 25 سال، مشکل الکل دارن، یعنی مصرف زیاد الکل یا حتی مواد مخدر مثل آیس اونجا هست. یعنی فکر نکنید که اونجا نیست، اونجا هم هستش، با وجودی که میدونی استرالیا آیلنده، یعنی یک کاملا جزیره است، یعنی دورمون دور همه آبه، ولی با این حال چون به صورت لابراتواری تهیه میشه وجود داره. این آدم خلاف اونجا هم هستن، آدمای ما چی می آدمای خفن هستن، آدمای ناجور هستن که مملکت میزنن، بایکیا هستن، بایکیا میدونی کیا، اونایی که ریشای بلند میزنن روی موتورا اینجوری میشینن، حالی دیویدسون، اونا هم هستن، میریزن، اونا هم توی دراگن، توی پراستیتیوتن، توی کارهای خلافن، توی جرم و جنایت هستن. بنابراین همه جا وجود داره، منتها قانون خیلی بها داره. من اینجور دیدم، واقعیت شو براتون میگم، قانون خیلی بها داره، بهای قانون خیلی اهمیت داره دوستان. اونجا کسی وقتی که پلیس رو میبینیم کلن خودمونو خراب میکنیم، پلیس وقتی دیده میشه یعنی تمام دیگه، پلیس یعنی رئیس کل. خب یعنی چی؟ یعنی قاعده وقتی که سرعت این سپید لیمیت رو میذاره 50، یعنی 50. ما اینجا میگیم چند جا، ما میریم روی 100، اصلا کاری به این کارا نداریم، متوجهی؟ خب اینا میشه خطر، اینا میشه بچه میره زیر ماشین وقتی جایی که 50 است بعد تو 50 بری، وقتی که 70 رفتی این بچه اگر بپره میزنی بهش، دیگه نمیتونی خودتو جمع کنی، یه علتی داره. بله اونجا آمار تصادفات حاصل خوردن زیاد مشروبه، میفهمیم اینو، برای همینم اونجا هم عین اینجا کمیته داره، اونجا وای میسن تو خیابون نگر میدارن بعد فوت کنی اگه الکل خورده باشی پدرتو در میاره، قانونه دیگه. و اونا هم دوست ندارن که تصادف حاصل بشه دیگه، تصادف وقتی مست کنی خب میرید میزنی به اینا اون دیگه. زیاد دارم راجع به اینا قصه میگم، شاید توی زمانی که میخوایم چای بخوریم این بحثا رو بکنیم، میخوایم بحث ما بحث قارچه، ولی گفتم اینا رو هم بگم که فکر نکنین که تافته جدا بافتن اونا، اونا هم مشکل دارن، اونا هم درد سر دارن، اونا هم نژاد پرستی ریسیزم دارن، مسخره نیست در استرالیا ریسیزم. بریم سراغ جی دی پی. جی دی پی چی میشه؟ گروس دمستیک پروداکشن، میشه تولید ناخالص ملی. کمک هم کنید یه جاهایی، خواهش ازتون میکنم، شما ها واردتر از من. تولید ناخالص ملی در استرالیا این عددش به توان نو که میشه میلیارد دیگه یو اس دالر، این در 2017 ایران ما 440 میلیارد یو اس دالر، تقریبا اونا تقریبا سه برابر ما. پرکپیتاش قوقا میکنه، پرکپیتا به علت اینکه استرالیا تعداد آدما کمن، وقتی سرشکم میشه تولید ناخالص ملی رو آدما، یک مرتبه میبینید یه نفر آدم سهمش 54000 دلاره، در صورتی که در ایران فقط 5500 دلار. ببینید چه افتی میکنه به علت 25 میلیون و 80 میلیون سال. و آیتمای اصلی صادرات، اینا رو برای اطلاعاتمون جالبه دیگه، بلد چی، منم رفتم اینا رو خوندم یاد گرفتم. در استرالیا آهن چیزی در حدود 4-5 درصد اکسپورت رو تشکیل میده. آهن دارن، زغال سنگ دارن، گاز میفروشن. در بحث کشاورزی گوشت قرمز و گندم کلانه، بسیار سنگینه، یعنی استرالیا خیلی میفروشه. که اخیراً جالبه بدونین یکی از اخباری که روز اونجاست این هستش که این حزب گرین، حزبی که حزب طبیعیان، اومدن اعتراض کردن که چرا شما تعداد زیادی گوسفند را در کشتی کنار همدیگه پک میکنی، زنده ها میفرستی مثلا بر عربستان سعودی. الان مشکل با ایناست دیگه، میگه چون عربستان سعودی گوشتش از یه بخشی از گوشت داره استرالیا میخره، و فیلم نشون میدن که این حیوونا دارن نفس نفس میزنن، طولانی هم هست دیگه، از کشتی فکر کن از استرالیا میخواد بیاد بره مثلا جده در عربستان. این بحث روزه که آقا نکنین، بکشین، تبدیلش بکنین به گوشت و گوشت رو بفرستین نه زنده. و
آلومینیوم هم هستش و خیلی چیزهای دیگه هم هست، اینا برای اینکه برای اطلاعات عمومی مونه. توی ایران یک مرتبه 88% میگه نفت، 88% نفته، بقیهش هم پلاستیک داریم و نمیدونم ما میوه داریم، آهن داریم، ولی کوچیک میشه.